دوستان سلام خیلی خوش اومدیم به ویدئوی امروز و دور چهاردهم مسابقه قهرمانی جهان شطرنج که دور آخر محسوب میشه و نتیجه مسابقه تا اینجا شیشونیم شیشونیم مساوی هر بازیکنی که این بازی رو ببره قهرمان جهان شطرنج میشه و اگه نتیجه مسابقه مساوی بشه در واقع اگه نتیجه این بازی مساوی بشه بازیکن‌ها باید بازی‌های رپید با هم دیگه انجام بدن تا قهرمان جهان شطرنج مشخص بشه رپیدا هم مساوی بشه باید با هم بیزیت انجام بدن پس حتما حتما ما یه برنده میخوایم تا قهرمان جهان شطرنج مشخص بشه بریم سراغ صفحه شطرنج و ببینیم تو این بازی چه اتفاقاتی افتاده تو این بازی دین موره سفید داشته و بازی رو با حرکت دیچار شروع کرده و طول مدت این بازی هم بالای 6 ساعت بوده و تعداد حرکات هم 71 حرکت بوده پس آماده باشین یه بازی طولانی رو قرار ببینیم از پف 6 و نپامنیاشی آماده میشه که دفاع نیم زهندی رو بازی کنه و اتفاقا وارد این دفاع هم میشیم از پسیسه و فیل بیچر تو این وضعیت ایسه بازی شده قلع کوچی تو یکی از بازی ها دیدیم که دینگ دقیقا همین مدلی بازی کرد و تو این وضعیت ایسه بازی کرد که بازی خیلی جالبی بود ولی اینجا شاخه فیل دی دو رو انتخاب کرده و داره میگه که هر موقع اسبمو بزنیم من با فیل پس میگیرم و مجبور نیستم پیادامو توپ کنم پس هدف حرکت فیل دی دو این موضوع دی پنج بازی شده که خیلی استاندارده ایسه حالا سیاه توی دوراهی قرار میگیره میتونه 100 درصد اسبو بزنه حالا که فیلش تا اینجا اومده خب اسبو بزنه ولی نپو انتخاب کرده که فیل ای کنه که ایده رایجیه تو این وضعیت و داره این ادعا رو میکنه که فیل تو هم خونه دیدو دو فیل خوبی نیست و شاید ترجیح میدادی خونه سی یک باشه و فرض کنید بعدا بی چار فیل بی دو بازی بشه از اون سم گسترش پیدا کنه و شاید دی دو هم خوب نباشه برای همینه که نپو داریم میبینیم فیلش رو داره چندین بار جابجا جا میکنه و قابل توجیهه هست c سی پنج. یه تنش پیاده ای تو ستون دی و سی داریم که به زودی بر برطرف بشه استرس نگیرین سی پنج بازی شده و نپو مجبور شده دوباره فیل رو جابجا کنه و پیاده سی پنج رو بزنه پس این فیل داره بارها و بارها جابجا میشه تا هنوز هم مونده مثلا فرض کنید تو این وضعیت اینجا جالبه اگه فیل c یک بود بی چار مثلا حرکت خوبی میتونست باشه و بعدش فیل خونه b دو گسترش پیدا کنه وزیر سی 2 تو این وضعیت بازی شده و پیاده سی 4 هم زده شده پس پیاده ها تعویض شدن ساختار پیاده تقریبا قرین است به نظر میاد سفید یه مقدار تو گسترش جلوه ولی وضعیت سیام مشکلی نداره از دی هفت رخ d یک تو این وضعیت بازی شده و فیل برگشته خونه ای, ای هفت پس این فیل یه ده جابجا جا شد ولی وضعیت بدون مشکل برای سیا سفید اینجا دیده که برتری گسترشی خیلی خوبی داره برای همینه که داره به ایدای حمله ای فکر میکنه فرض کنید شاید جی 4 بعد از بازی دینگ به یه جی 4 اشاره کرد دقیقا نمیدونم منظورش کجاست شاید مثلا اینجا باشه یا تو حرکات بعدی باشه به خاطر اینکه دو گسترش جلو تقریبا گسترشش حتی کامل هم شده تو این وضعیت ای 4 حرکت خوبیه قلعه کوچیک حرکت خیلی عالی و سالمیه ولی دینگ حرکت جالب است جی پنج بازی کرده که خیلی هم حرکت قوی نیست نپو اچیش کرده داره میپرسه به تو برای چی جی پنج گذاشتی و اچار بعد از بازی نپو گفت اگه قراره که بازیکنای سفید اسب خونه جی 5 بذارن و بعد از اچ اچ 4 کنن و هر بار بازیشون رو ببرن که شطرنج بازی خیلی راحتی می بود چون یه تیکه باحال انداخت بدینگ چون تو یکی از بازی دیگه‌ش هم فیل گذاشت خونه جی 5 و با اچ 4 دفاع کرد اون موقع بهتر بود اینجا خیلی هم ایده قوی نیست و بعد از وزیر سی هفت سیا که حرکت خیلی عالیه دینگ حسابی میره تو فکر و بالای 20 سقه روی این وضعیت فکر میکنه و احتمالا متوجه شده خیلی ایده از جی 5 هم ایده قوی نبوده. به این موضوع هم اشاره کنم که سیاه به هیچ عنوان نمیتونست اسب خونه جی پنجو بزنه وگرنه وضعیتش حسابی تحت فشار میره. اچ و تهدیدات مات اچ خیلی خیلی سنگینن سفید خیلی راحت سوارش رو پس میگیره چون این اسب به هیچ عنوان نمیتونه جابجا جا بشه. فرض کنیم وزیر سی G جی در اف، اسب در اف 6 ما تو دفاع کرد ولی بعد از اس بی 4 وضعیت سیاه واقعا جالب نیست و خیلی تحت فشاره و این شاخه برای سیاه اصلا خوب نیست و سیاه هم این کارو نکرده حرکت خیلی خوب وزیر سی هفت رو بازی کرده دینگ حسابی تو فکر میره فیل خونه ای دو بذاره که همین کارو کرده و یا فیل خونه بی سه بذاره که اینم میتونه حرکت جالبی باشه ولی پیچیدگی خودشو داره یه موضوعی که راجب فیل بی وجود داره اینه که تاکتیک تو وضعیت به وجود اومد تهدید اسب دی 5 تو این وضعیت وجود داره فرض کنیم نپو حرکت منطقی بی 6 رو بازی کنه که فیلو وزاره بی 7 خیلی راحت ولی حالا اسب دی 5 برای دین وضعیت خیلی جالب میشه فرض کنیم وزی در سی دو نکته این شاخه اینه اسب در E 7 حرکت بینابینی و سفید سوار جلو میفته و کاملا برنده است ولی تو این وضعیت نپو مجبور نیست پیشش کنه به حرکت خیلی خوبه وزیر سیشش رو داره و به همین خاطرم هم بوده دینگ وارد این شاخه نشده چون اینجاش خیلی پیچیده است و پیاده جیدو رفته زیر ضرب خود وزیر دفاع پیدا کرد پیاده بی مدافعشه و اینجا یا باید افسه کنه یا باید اسب و برگردونه یا باید ای چار کنه این انتخاب داره همشون هم پیچیدن تصمیم گرفته فیل خونه ای دو بذاره حرکت رختیش حرکت خیلی خوبیه و حالا رخ سی دوباره تهدیدات اسب d 5 تو وضعیت به وجود اومد چون وزیر مدافع داره و اسب به جوری آچمز نیست اینجا در اون حد هم تهدید اسب دی 5 تهدید بزرگی نیست ولی خب نپو باید دقیق بازی کنه که برتری جزئیش رو از دست نده دقیقا از زمانی که دینگ اسب g 5 کرد نپو وضعیتش کمی بهتر اینجا ولی نپو باید دقت کنه فرض کنید بیشیش بازی کنه که همون حرکت مثلا منطقی است از D5 سفید کمی باز بهتر میشه تو این شاخه اینجا وزیر در سی 2 قابل بازیه از در E7 کیش ولی اینجا خونه ای F8 خالیه و این وضعیت اونقدر را بد نیست برای نپو ولی خب برتری رو از دست داد و سفید کمی بهتره برتری توفیل داره B6 بازم بازی نشده حرکت از F8 بازی شده که حرکت خیلی خوب و منطقیه دیگه H7 به خوبی دفاع شده و... از D5 خوب نیست چون راحت از در دی 5 میزنه و وضعیت چفماتی وجود نداره و این وضعیت حتی به نفع سیاه میشه پس از D5 جواب نمیده اینجا دین دیده نه انگار حمله ای ندارم هیچ حمله ای وجود نداره بزار برم سراغ تعویز از B4 در بری میتونسته با وزیر بزنه با اسب زده تا وزیرا رو هم تعویز کنه و فیل دی هفت نپا آماده میشه فیلش رو تو قطر خیلی خوب قرار بده و فیل سیشش کنه تو این وضعیت دینگ به نظر میاد مشکل بزرگی نداره یکی از قسمت هایی که من به بازی سر زدم چون امروز چند تا کلاس هم داشتم به بازی سر زدم همین قسمت بود دیدم انگار بازی قرار مساوی بشه دوباره سفر رو بستم ولی حرکتی که دینگ اینجا بازی کرده یه مقدار باور نکردنی و عجیبه فیل بی چهار باورتون میشه دقیقا هدفش رو متوجه نمیشم تو این بازی دینگ واقعا داره جالب و عجیب بازی میکنه از این جهت که دور آخر مسابقه است از اون حرکت از جی پنجش بگیریم که یه مقدار ریسکیه و حمله ای انگار واقعا دوست داره بازی رو ببره حتما و همچنین از اینجا بعد هم خیلی خیلی فعال بازی میکنه یه سری چیزها رو قربانی میده یه سری طرحهای استراتژیک ایده استراتژیک داره قربانی میده پیادههاش رو بد میکنه قربانی پیاده میده حتی ولی سعی میکنه فعال بازی کنه. فیل بیچار، حرکت خیلی عالی هم نیست و سیاه فیل و زده و پیاده سفید رو خراب کرد. ولی واضحه که این اسب اسب خوبیه و حاله سری خونه سیاه رو پیدا کرد. و این فرصت زمانی به دست اومد که دیگه سیاه فیل سیاه رو نداشته باشه. فیل سیشش و اینجا کامپیوتر به دینگ پیشنهاد میده یه مقدار غیر فعال بازی کن تا بتونی بازی رو مساوی کنی وضعیتت خیلی خوب نیست مثلا بیا فیلفسه بازی کن از اسب دفاع کن سیا خیلی فعال تره میتونه اسب چیشیش بازی کنه اینجا اسب رو بردار بذار سیسه بذار این پیادات هم خراب بشه ولی وضعیتت خیلی بد نیست و قابل دفاعه ولی دینگ تصمیمش رو گرفته میخواد حسابی فعال بازی کنه و دنبال بازی غیر فعال نیست و تو این وضعیت حرکت فیلفسر بازی نمیکنه و اسب سی پنج میکنه و پیاده جیدو رو داره قربانی میده بازی داره خیلی جالب میشه فیل در جیدو رخ جی 1 تو این وضعیت نپویی پیاده هم جلو افتاده و باید تصمیم بگیره فیلش رو میخواد تو چه خونه قرار بده یه خونه بهتر از یه خونه دیگه است میتونه دی 5 بره میتونه سی 6 بره و لحظه مهمی از بازیه به خاطر اینکه اگه فیلو میزش خونه سی 6 میتونست از دینگ برتری بگیره و وارد آخر بازی خیلی بهتر بشه والد نپو طبق محمود صری بازی میکنه و حرکت فیل D5 رو بازی میکنه. ببین فیل C6 رو با هم ببینیم. تو این وضعیت B5 حرکت واضحه که دین بازی میکنه و از قبل دیگه میخاد این فیل رو از این قطر جابجا جا کنه که بتونه پیاده B7 رو بزنه. هدفشینه. فیل D5 E4 و حالا حرکت مهم برای نپا B6 متقابلا به اسب حمله میکنه. سفید فیلو سیاه یا رو میزنه رخ در C5 و حالا هم رخ در D5 هم پیاده در D5 خیلی خوبه و نکته اینه که پیاده دینگ داغونن خیلی خیلی بدن حرکت بعدی اسب E6 و این آخر بازی خیلی برای سیاه خوبه و شانس خیلی خوبی برای نپو به وجود میاره برای تو این وضعیت فیل c بازی نشده و فیل D5 بازی شده e ای اینجا B6شون قوی نیست بازم اینجا ها وجود داره ولی به اندازه شاخه که اول دیدیم قوی نیستن سفید فیلو میزنه سیاه بزنه سفید میتونه با پیاده بزنه این اون قدران برای سیاه عالی نیست و تقریبا مساویه تازه ممکنه سفید هم میدفت بهتر بشه بعد از ای چار مجبور فیلو جا بجا کنه 6 خیلی خوب نیست فیل سی شیش و حالا بی 5 اینجا دیگه 6 اصلا خوب نیست سفید خیلی راحت میتونه بیل خونه سی رو بزنه با وضعیت خیلی بهتر پس این بیشیشه هم شبیه اون بیشیشه نیست. تو این وضعیت نپو مجبور فعلی کنه که دینگم پیادهش رو پس بگیره دوباره پیاده ها مساوی شد، ولی بازم وضعیت برای نپو خوشایندتر به خاطر اینکه کلی هدف برای حمله کردن داره. رخ دی 4 قوی ترین حرکت، رخ سی 4 دفاع. رخ برمیگرده دی 7 اسب رفت زیر ضرب، اسب سی 5، رخ سی 7 و حالا از باچمس شده. حرکات بعدی نپو بغسیش از دی هفت تا جایی که بتونه به این مهره آچمز میخواد فشار بیاره رخ اومده سی سه. که رخ خود دفاع داشته باشه ولی رخ سی هشت. پس از هر جایی نمیتونه بره به خاطر اینکه یه پیاده عقب میفته تو این وضعیت سوال اینه که چرا از به چار خوب نیست که بتونه از رخ دفاع کنه تو این وضعیت حرکت خیلی خوب A6 وجود داره که این دفعه این یکی پیاده آچمزه و سیاه داره این یکی پیاده رو میزنه مجبور نبود عجله کنه و با رخ در سیسه شروع کنه پس از به چار کلن کنسله یه حرکت فوق العاده وجود داره که دینگ بازی کنه و بازی رو مساوی کنه اونم از بی هفته یه یعنی این حرکت رو پیدا نمیکنه و این حرکت پیشنهاد کامپیوتر طبق معمول رخ در سیسه اگه بازی بشه اسب و نمیتونست بزنه به خاطر اینکه رخ سی هشت رو از دست میده و در صورت رخ در سیسه میتونه یه پیاده جلو بیفته ولی شاه دیدو و حرکت بعدی رخ A1 میتونه باشه حمله به A7 و این اسب هم میتونه بپره تو این خونه های سیاه و اسب خوبیه و کامپیوتر میگه نگران نباش این وضعیت مساوی پس اسب B7 راهی بوده که کامپیوتر پیدا کرده برای مساوی شدن ولی B4 انتخاب دینگلرن بوده حالا اسب D7 فشار بازم بیشتر شده اینجا کامپیوتر هم میگه شاه D2 کن بذار اسب تو بزنه و یه پیاده عقب بیفت ولی میتونی بازی رو مساوی کنی اسب در سی پنج پیاده در سی پنج رخ در سی پنج و حتی میگه رخ سی کن رخ کامل هم تعویز بشن بازی هم بازی مساویه رخ در سی سه رخ در سی سه رخ ها تعویز بشن بازم سفید میتونه مساوی احتمالاً به خاطر اینکه شاه خیلی فعالی هم داره و اگرم رخ تو بازی بمونه بازم این آخر بازی مساوی پس کامپیوتر بازم داره به دینگ این پیشنهاد میده که پیادش قربانی بده با حرکت شاه دیدو ولی دینگ حرکت پخ چیز رو انتخاب میکنه و نپو شانسای خیلی خوبی داره به دست میاره که این بازی رو ببره و لازم تکرار کنم که برد در این بازی یعنی قهرمان جهان شدن رخ چیز حرکت عجیبیه به خاطر اینکه اولا اگه سیاه چیشش کنه که اتفاقا قوی ترین حرکت سفید میخواد چیکار کنه اصلا برای چی رو تو ستون جی دوب کرده از این ور سیاه داره میاد سراغش پس جیش شرکت خیلی خوبی بوده ولی حرکت نپو هم خوبه از در سی پنج و کاملا قابل درکه پیاده جی هف رو داره قربانی میده ولی میدونه وضعیت خوب میگیره که این انتخابش خوب بوده از زده رخ در سی پنج رخ در جی هف کیش و شاه فش خیلی راحت این شاه در خطر نیست داره خونه ای هف میره شاید سفید چطور آیا این کیشان نگران کننده هستن؟ هستن چون رخ های سیاد دارن میان از این سمت ولی هیچ خطری وجود نداره شاه راحت میره خونه یه ای هفت. تو این وضعیت فیل دیسته بازی شده که حرکت خوبیه حرکت بعدی میتونن شاه ای دو دی دو باشن. رخ دی هشت فیل رفته زیر زهر. حرکت دینگو با هم ببینیم شاه ای دو و این حرکت حرکتی ای که حسابی دینگو تو دردسر میندازه. دینگ حسابی تو دردسر افتاده این لحظات بازی واقعا استرسش بالا بود و دینگ باید حرکت عجیب شاه دی و بازی میکرده و شاهش رو دقیقا تو خونه قرار میداده که تو ستون رخه و سیام میتونه پیاده بی پنجو رو بزنه ولی این شاخه به مساوی منجر میشه رخ جی هشت رخ در دی هشت فیل در بی پنج و شما فرض کنید آخر بازی مساویه و واقعا هم مساویه چون کامپیوتر داره میگه ولی فعلا خیلی کار به این آخر بازی نداریم آخر بازی رخ که سیاه یه پیاده H7 ای بیشتر داره ولی این پیاده هاشم خوب نیستن و سفیدم رخ خوبی داره فعلا کار به این آخر بازی نداریم پس بیا فقط در این حد فرض کنیم به من اعتماد کنیم که شاه دید و خوب بوده شاه اید و حرکت دینگه رخ سیسه حسابی تو درد سر افتاد بی رفته زیر زن رخ شاه جای شاه عالیه برای اینکه با خطرات آشنا بشیم بیاین این حرکت رو بهتون نشون بدم تمام سفید میباز. رخ در دیسه رخ در دیسه و فیل در بی 5 و حرکات بعدی هم سیاه خیلی راحت موراش رو تعویز میکنه آخر بازی شاه و پیاده کاملا برای سیاه برنده از رخ خیلی راحت همه چی تعویز میشه و اینو سیاه میبره به خاطر اینکه یه پیاده بیشتر داره پس سفید باید خیلی مراقب باشه و تو این وضعیت حرکت رخ یک چیزه رو داره که نگه میداره فعلا وضعیت رو. چرا اون تاکتیکی که تازه دیدیم الان جواب نمیده دیگه یه جورای شانس آورده که فعلا وضعیتش اونقدر را بازنده نیست رخ در دی اگه بازی بشه حرکت خیلی مهم رخ در ای هش وجود داره این حرکت واقعا مهمه شا در ای هش و رخ در دی و این آخر بازی مساویه و سیاه و سفید نسبت به هم برتری ندارن تو این آخر بازی پس اینجا این حرکت قابل بازی نیست ولی مهمه که بدونی تو این وضعیت نپو تقریبا برنده است تو میشه برتریش خیلی زیاده به این کامپیوتر توجه نکنید برتریش بیشتر این ضعیفه و تقریبا نپو رو تو این وضعیت برنده میدونن کامپیوترهای قوی و سوپر بزرگ حرکت نپو رو با هم ببینیم e 5 فرصتش رو برای قهرمان جهان شدن یه جورایی با این حرکت از دست میده. باورتون میشه؟ ای پنج کرده؟ قطعا بازیکن فوقلاده یه قطعا خیلی تو اون زمان کم محاسبه کرده و ای پنج رو بازی کرده ولی اگه به جای دو دقیقه زمان گذاشتم پنج دقیقه زمان میذاشت میتونست پنج دوم برابر محاسبه کنه و میتونست با جزئیات این وضعیت بیشتر آشنا بشه. چون این وضعیت برای نپو برنده است. رخ 20 حرکتی بوده که دینگو حسابی اذیت میگرده و وضعیتش حسابی تعد فشار میرففت. با تعییاتی مثل فیل در B5. به چند حرکت جلوتر بریم تا بیشتر متوجه بشیم. رخه چش بهترین حرکت با ایده رخ G8 نمیخوادیم پیاده رو بزنه میخواد رخ C8 کنه به احتمال خیلی زیاد ولی حالا رخ D4. حرکت ودی فیل در B5، تو این وضعیت شاده فیل فیلCD 2 بهترین باشه، کامپیوتر میگه فیل سی دو که سیاه هم بی پنج رو با کیش میزنه و اینجا داره بی پنج رو میزنه فرض کنید رخ برگرده فقط نوبت رو بدم به سیاه فیل در بی پنج رخ در ای چار کیش حرکت بین و بینی و بعدش سیاه فیل رو میزنه با وضعیت خیلی خیلی بهتر برای سیاه و سیاه تو این وضعیت برنده است پس این حرکت رخ بیسه واقعا حرکت خوبی بوده پیاده B5 بی زیر ضرب میره به عرض دو ارتباط برقرار میکنه و همچنین نوبت رو میده به سفید و سفیدی حرکت و ایده خوب دفاعی تو این وضعیت نداره و وضعیتش خیلی خیلی تحت فشاره. ولی نپا حرکت ای پنج رو بازی میکنه رخ چش که ایده اصلیش بردن اون یکی رخ به خونه جی هشته این ایده اصلیه که تو این وضعیت برای دینگ وجود داره یه جورایی حتی فیل رو هم آچمز میکنه همچنین پیاده اچیش هم زیر ضرب رفته تو این وضعیت نپو رخ دیشیش بازی میکنه و حالا یه حرکت فوقلاده برای دینگ وجود داره و دینگ هم این حرکت رو پیدا میکنه حرکت بیشیش ولی برای بازیکنی مثل دینگ پیدا کردن این حرکت که بازی رو به سمت مساوی میبره راحته تاکتیک های خیلی قشنگی وجود داره پیاده تو خونه قرار گرفت که نپو میتونه به دو طریق پیاده رو بزنه و باید هم این کارو کنه رخ در بیشش و حالا رخ در ای هش قربانی تفاوت ولی این قربانی خیلی موقتیه شاد در ای هش و فیل بی پنچ کیش حمله برخواست رخ در بی پنچ رخ در سی سه و به این وضعیت میرسیم که فکر کنم برامون آشنا باشه کامپیوتر میگه این وضعیت مساوی آخر بازی رخ و پیاده کسی ها یه پیاده بیشتر داره ولی آیا واقعا مساویه یا نه چون یه پیاده بیشتر داره و دینگ باید ثابت کنه که این آخر بازی مساویه تو این وضعیت سفید داره حرکت رخ سی یا رخ سی رو بازی میکنه که یکی از مشکلات نپام هم همینه که رخ دین خیلی خوبه و میتونه از اونایی مثل سی و سی فعال بشه نپو گفته نه شادی هفت نمیذارم فعال بشی دین گفته رخ افسه دارم پیاده اف 7 رو میزنم نپو گفته نمیتونم بذارم اون پیاده رو بزنی وگرنه بازی مساوی میشه و حالا رخ سیسه پس دینگ داره اذیت میکنه و یه جوری هم شاید شانس آورده همچین قابلیتی داره که اینقدر رخو چپ و راست کنه و بالاخره یه چیزی از نپو تو این وضعیت بگیره ای پنج بازی شده گفته بی ارز هفته مشکل نداره کیش و بره پشت پیاده در نهایت رخ سیشش کیش و رخ ایشش یه مفهوم مهمی که تو این وضعیت ها وجود داره آخر بازی رخ وقتی پیاده رونده داریم رخ ها دوست دارن برن پشت پیاده های رونده چه رخی که داره دفاع میکنه مثل اینجا رخ سفید چه روخی که پیاده بیشتر داره اونم دوست داره بره پشت پیاده خودش پس اگه تو این وضعیت جای رخ ها دقیقا برعکس بشه برن جای همدیگه شاید وضعیت نپو کاملا هم برنده باشه احتمالش خیلی وجود داره ولی اینجا نپو یه مقدار شانساش کمترن شانسش رو با حرکت رخ بیدو کیش امتحان کرده و رخ ایدو و اینجا رخش رفته جلوی پیاده 100 درصد هنوز تموم نشده و نپو شانس برای بردن تو این وضعیت داره ولی خب دقت کنید که رخ خودش جلوی پیاده و هر چقدر این پیاده جلوتر بیاد رخش محدود و محدودتر میشه و جلوی پیاده خودش گیر میکنه به محض اینکه این, این رخ جابجا بشه سفید میتونه پیاده رو بزنه ولی استراتژیهای بردی وجود دارن چه استراتژی اگه وجود داشته باشه این استراتژی اینه که شاه بیاد این سمت به حمله کنه در نهایت بیاد این سمت از پیادش که فرض کنی خونه ایس از دفاع کنه و بتونه روخه رو جابجا رو جا کنه از اینجا پس به کمک شاه حتما نیازه ولی 100 درصد احتمال برد وجود داره تو این وضعیت سفید کار خاصی نیاز نیست انجام بده شاه چیسه اچ 5 حرکت خیلی خوب شاید حرکت h 5 برای سفید بهترین بوده ولی زیاد کار نداریم شاه چیسه H5 سی حرکت خوبیه رخ ای 8 رخ یک شاه G2 و پیاده رو شروع میکنه بروندن رخ 5 F6 شاه F3 پیاده به خونه A3 رفته و رخ یه موضوع مهم آیا خوبه که سیاه یه دونه دیگه هم پیاده شو برونه خیلی موضوع مهمی این قضیه و حساسه که باید مراقب باشه پیادهشو به جلو برونه یا نرونه بعضی موقع ممکنه خیلی بد باشه به خاطر اینکه رخ دیگه کاملا گیر میکنه و انجام حرکت خوبی نیست بهتر پیاده همین ایسه بمونه و حالا شروع کنه با شاه بازی کردن اگه پیادش رو جلو به نظرم سفید اصلا نیاز نیست هیچ کار خاصی انجام بده میتونه با رخش بازی کنه طبیعتا انتظار نداشته باشین شاهش بره یا ایسه که شما هم خیلی راحت بیاین کیش بدین و پیاده رو وزیر کن سفید این کارو نمیکنه شاه همینجا نگه میداره شاید بره مثلا جیدو بعد اینجا من باشم مثلا با رخ شروع میکنم همینجور کیش میدم کیش میدم یکیش دیگه شاه بی 4 رخ 8 و شاه بی 3 به محض اینکه شاه حریف از پیاده اش کرد شروع میکنم کیش دادن میتونم هنوز کیش بدم میتونم برگردم خونه ای 8 خیلی مهمه که شاهش از پیاده اش نکنه و رخ بیاد بیرون اگه دوباره دفاع کنه منم دوباره کیش میدم و دوباره روخمون برمیگردم شاه دید از این ور به چرخه خیلی خیلی بعید میدونم هیچ چی تو این وضعیت تا باشه شاید اینجا همین شاه چیدو هم خوب باشه پس این واقعا جواب نمیده پیاده نره جلوتر بهتر حداقل الان اگه با شاه برسه تا این خونه میتونه بره خونه ایدو قایم بشه از کیشا ولی اگه پیاده رو ببره جلو دیگه هیچ قایم شدنی از کیشا وجود نداره شاه ایسه نپو خیلی اینجا رو خوب بازی میکنه و هیچ کس انتظار نداشت ولی کلی شانس به وجود میاره شاه ای هشت یه تله برای حریف میذاره اگه دوست داری پیاده رو بزن ولی دینگ میبازه اگه این کار رو کنه که این کارام نکرده اگه پیاده رو بزنه اینجا ای دو سیاه میبره به خاطر اینکه رخ دیگه نمیرسه برگرده سیاه کیش میره شاه خونه ایستس و پیاده رو وزیر میکنه و میبره حتی میتونست با کیش شروع کنه بعد از شاه دیدو حالا ایدو کنه این هم برنده است هیچ فرقی نمیکنه پس شاهی هشت سفید ولی با شاهش بازی کرده مثلا فرض کن اینجا هم اگه پیاده رو ببرین جلو ببرین جلو دیگه سفید ایسن نمیمونه میره اون پشت قایم میشه یا میاد خونه ایدو یکی از این دوتا رو انجام میده شاهی هشت شای دو یکم حرکت عقب جلو میکنم ولی نپو در میخواد با شاهش جدا بشه و بیاد سمت پیادش بالاخره اینجا جدا شد و این پیادش رو داره قربانی میده سفید اون قربانی رو پذیرفته رخ بیدو رخ ایشیش رخ بیسکیش و شاسیف ایده نپو فوقالعاده است یه ایده خیلی خوب رو پیدا کرده داره میاد b به رخ حمله کنه و بعدش شروع کنه بیاد پایین این ورا دور بزنه پیاده رو وزیر کنه و تو این وضعیت فقط یک حرکت وجود داره برای دین که بازی رو مساوی کنه فقط یک کرد این ایده استراتژیک واقعا درسته واقعا قوی و تقریبا برنده است فقط یک ایده وجود داره و این ایده فوق است f قربانی پیاده کاملا داره پیادهش قربانی میده ولی بعدش E5 میکنه این پیاده قرار نیست وزیر بشه ولی قرار مهرای حریف رو مشغول خودش کنه و حالا شاه نمیتونه بر خودش از این سمت بیاد چون این میره وزیر بشه اگه رخ بیاد اینو بگیره خب اینو از دست میده پس دینگ با این حرکت و ایده فوق العاده شانس های مساویش رو خیلی داره بالا میبره شاه بی هفت رخ چهار شاه سی شیش تو این وضعیت سفید باید مراقب باشه ولی دین دیگه اینجاشو خیلی باتون اتون به انجام میده مثلا زدن پیاده F4 خوب نیست چون سیاه شاه D5 میکنه ولی روخ A6 کیش حرکت خیلی خوبیه فرض کنید اینجا سیاه شاه D5 کنه سفید پیادهش رو میرونه و کاملا بازی مساویه روخ یه دونه دیگه هم پیادش رو میرونه روخ در ای 7 روخ در E3 ای و این آخر بازی مساویه حتی اگه سفید اون پیاده رو هم نداشت بازم مساویه چه که الان داره پس ورژن بهتری برای سفید تو این وضع روخه 6 کیش جاده شده و خونه D5 نرفته نپر شاه B5 روخه 7 شاه B6 روخه 8 سعی میکنیم سریتر پیش بریم این قسمت ها رو بازم آماده است که شاه D5 و E6 کنه شاه B5 همیشه دارن تکرار میکنن حرکت شاه رفته اون سم شاه F2 اینجا سفید فقط کافیه با شاه منتظر بمونه این پیاده رونده نمیشه زده میشه این رو از این سمت هیچ وقت نمیتونه پیاده رو بزنه چون ایسه از دست میره پس دینگ تونست واقعا آرش مورای خوبی رو پیدا کنه سریعتر بریم جلو ایشیش بازی شد داده که شاه دور شد شاه دی هش روخ ای هفت ای هش شاه چی دو نپو سایران هیچی نداره به این وضعیت رسیدیم که داره میره پیاده اچ رو بزنه ولی گفتیم اون مساوی مخصوصا الان که با این وضعیت شاهروخ که قرار سفید یه پیاده بگیره و تو این وضعیت هم بازیشون مساوی شده پس بازی چهاردهم بین این دو بازیکن مساوی شد و در نهایت نتیجه مسابقه هفت هفت مصابیه. و فردا باید این دو بازیکن با هم بازی رپید انجام بدن تا قهرمان مشخص بشه به نظرم خیلی غیر قابل پیش بینیه ولی شما حتما حدساتون برام تو کامنت ها بنویسین به نظرتون شانس قهرمانیه دینگ بیشتر یا نیاشی به یه موضوع هم اشاره کنم قبل از اینکه ویدیو به پایان برسه اونم اینه که بعضی موقع یه مقدار مثلا تون درباره بازیکن حرف میزنم چطور نپو مثلا اینقدر سریع حرکت کرد چرا بیشتر فکر نکرد و از این قبل نظرات و فقط هدفم اینه که تحلیل بهتر و جذابتری ارائه بدم هدفم این نیست که بگم از این بازیکن بهترم یا همه چی من میدونم چون قطعا اینطور نیست و هدفم اصلا این نیست نپو دینگ جزو بهترین بازیکنان دنیا و حتی شاید تاریخ شطرنجم باشن خیلی ممنون که تا پایین ویدیو با من همراه بودیم ببینیم ادامه مسابقه چی میشه و قهرمان جهان شطرنج چه کسی خواهد بود تا ویدیو بعدی خدا